بفرمایید. ببخشید استاد، اینجا اینقدر فضا لوسه که میترسم از تو این کیکم یه یه حلقه خواستگاری بیاد. دیدین این فیلچه نشارو؟ خاک بر سرم شد که اینقدر متنفرم از اون فیلم های چندش. اصلا خب پس قضیه کنسله. اگه اجازه بدین پس من این کیک کوچیک‌تره رو بخورم، شما اینو بخورم. رژیم. چرا استاد؟ اشکالی نداره. این چند وقت خیلی رژیم گرفتین. نه 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 واسه دیگه بده به من. من نباید چل بکنم. به هیچ وجه نه چل بکنم. این مال شما، این مال من. نه واسه خواهش میکنم. این یه دفعه اشکالی. بده به من دختر یه دقیقه بده به بخ... الان چی کار که چی شد حسن؟ من نباید چل بکنم دختر. کیک بی کیک. من اگه چل بکنم دیگه سیربونی ندارم. کل جهان رو خواهم خورد. کیک نخوریم. استاد. جان استاد. من عاشق کیک هویج هستم. منم عاشق کیک هویج هستم. اما هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره دخترم. ما که نمیدونیم این هویجش رو به چه صورت رنده کردن. اگه بد رنده کرده باشن میری لای دندونتون، خدای نکرده آسیب به دندانهای شما میزنه. استاد. جان استاد. ممنون که به فکر سلامت شاگردتون هستی. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب من در خدمتم. خدمت از ماست. نه ای خب حالا تا شما اینو میل میکنید ببین رومینا خان، ببخشید پریا خاتون، میخواستم یه حرف بسیار مهمی رو با شما در میون بذارم. آخ چی شد؟ نگران نباش، این خود خودشه. انگشتر مادر بزرگ خدا بیامرزم که هنوز رنده هم نشده. میخواستم به همین شیوه های مسخره و لوس از شما خواستگاری کنم رومینا خان. ای بابا پریا خاتون. چی؟ چی؟ خواستگاری؟ بله دیگه، من متوجه شدم که شما دل در گروه من دارین و عاشق من شدین، ولی شاید غرور و حیا اجازه نده که پا پیش بذارید. اینه که خودم شرایط رو مهیا کردم و من پا پیش گذاشتم. رومینا جا پومینا جا. ای بابا پریا خاتون. استاد واقعا باید منو ببخشین، من به شما خیلی علاقه دارم. میدونم، خودم میدونم، ولی اصلا قصد ازدواج با شما رو ندارم.